این یه دستگاه لبان دیسکه، یعنی آزمایشگاهی که روی یه سی دی تعبیه شده. کار این دستگاه تهیه و مشخص کردن تعدادی از آزمایشگاه‌های پزشکی بر روی یک دیسک ساده هستش. این دستگاه نمونه ای از سیستم‌های الکترومکانیکی در ابعاد میکرو و نانو هست، فناوری جدیدی که با کمک اون تجهیزات بزرگ مکانیکی و الکترونیکی به ابعاد خیلی خیلی کوچکتر از یک تار مو تبدیل میشن. توی آزمایشگاه تشخیص پزشکی میبینیم که تعداد زیادی دستگاه‌های بزرگ وجود دارند، زمان زیاد، انرژی زیاد در واقع صرف میشه تا اون تشخیص‌ها صورت بگیره و هزینه بهتر. ولی با استفاده از این تکنولوژی امکان این هست که یک بار اون هم به سرعت، اون هم با زمان و هزینه خیلی خیلی کمتر اون تشخیص ها رو انجام داد. کمتر از یک ساله که در اولین همایش سیستم های بیو میکرو الکترونیک، فعالیت های علمی در حوزه این فناوری نو در دانشگاه شیراز با نظارت چهره های برجسته بین المللی این علم کلید خورد. بچه هایمون توی این 9 ماه گذشته کارهایی که توی امریکا الان داره میشه رو تقریبا ما میتونیم بگیم که موازات اونا داریم پیش میریم. و حالا قرار پیشرفتهامون در دومین همایش مورد ارزیابی این اساتید قرار بگیره. Science can be a very very good start. این علم شروع خوبی در ایران داشته و در زمینه آزمایشگاه روی دیسک دانشگاه شیراز پیشرفت‌های قابل توجهی داشته. ما از ابتدای کار این پتانسیل را برای ایران می‌دیدیم که با پایه‌گذاری این علم در دانشگاه شیراز ایران بتونه در زمره کشورهای فعال در این فناوری قرار بگیره. حالا با حضور 4 روزه این دو چهره بین‌المللی علاوه بر آموزش‌های تئوری جدید به نخبگانی از دانشگاه‌های شیراز، صنعتی شریف و تهران، قراره ایران به عنوان 10 کشور فعال در تکنولوژی‌های بیومیکرو و بیونانو الکترومکانیک معرفی بشه. با وجود پیشرفت‌های اخیر ایران در این فناوری‌های جدید پیش‌بینی می‌شود در صورت تأمین نیازهای مالی ایران بتواند تا 2 سال آینده به جمع کشورهای تولیدکننده این نمونه محصولات بپیوندد. نبعی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.